قاهم مبارک رمضان کلی سخته، نهایتا تو رمضان هم خلاص میکنه که این افرادی که رمضان را با گناه استقبال میکنن و با کسالت تنبلی و سستی بگو رمضان آمد، نهایتا شبهای رمضانشان بازی فاسی رو برقه، جلسی غیبت و مسخره و جسه. بله عزیزم زیاد داری آدم های پرمدعا، آدم های لیسانسه و باسواد که ادعای سواد و اجتماعی دارن، که ما شخص اجتماع هستیم، ما افراد اجتماعی هستیم، خواهیمونه اونها در رمضان کنار سفره ابلیس میمیتونن، اونها کتاب ابلیس رو میخونن و رقات واو صبح هم که میشنیم تو مسجد نماز طلبی هم چهار سلام میخونن، سنت پیغمبر چهار سلامه، دنبالشون برو بعد از چهار سلامشون کجا میرن؟ من یه روز چهار سلام خوندم، یکی از سالها رفتم دنبال یکی از مسجد، رفت بیرون در مسجد سیگارش رو روشن کرد، چهار سلام ده سلام بدعته، چهار سلام سنت پیغمبره، سیگار سنت چیه؟ میکنی بگی سنت پیغمبره؟ سیگارش چیست؟ زک و مسخرش چیسته؟ رفتیم دنبالش کجا میره؟ نهایتا یه وسطی نگاه داره برش کرد، کسی نمیمیدش فکر میکنه کسی خدا بالا سرش نیست، رفتی کجا؟ تو خانه ابلیس، کسی تو بیت الخلا میرفت، شرفش بیشتر بود، در ماه مبارک رمضان بر سر سفره ابلیس داره میره. عزیزان سفره های خداوندی هست، القرآن و معدبت الله علی الارض، قرآن سفره پهناور خداوندی که فرق شده در رمضان و غیر رمضان. والله عزیزان ماه قرآن، ماه استغفار، ای با سوادا اگر میخوای سواد کنه ثابت بکنی بر بگردی به سوی خدا، ای خواهر با سواد اگر میخوای بدونی که تو مترقی و متمدن هستی و پیشرفته و با سواد هستی، پس حجابت رعایت بکن، اگر حجابت رعایت نکردی و به تو گفتن که لختی و چادر نازک و اوریان بیرون آمدن این نشانه تمدن و سواد و فرهنگه، پس تک بلا نسبت و الاغ و قاطر و سوک و جربه از توی خواهرم با سوادتره که لخت داره میگرد، همه چیزش داره این کمی فکر میکنی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، شهر رمضان المبارك هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عزيزان الله خداوند عز وجل إن ماه ماه القرآن معرفي فرد، ماه نزول القرآن بآسمان هاي الدنيا و از اینجا در خلال 23 سال در قلب خاک محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. عزیزان من فقط جالب بود هنگامی که تسید دعا میکن در کنوز دستا همه با اسمان افراسه کلو به سوی بالا دراست که همه با هم با یک صدا آمین 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 اینها دستا آمین میگن، طلب سوزش میکنن، معذرت میکنن از خداوند و از خداوند، طلب نجات میکنن، طلب ایمان میکنن، طلب عفو و گذشت از خداوند عزوجل میکنن، همه میگن آمین آمین آمین. عزیزان من ما باید پاک بشیم، این ماه ماه تحوله، باید نشاط و حرکت در ما بیاد، باید تغییر در ما بیاد، بدبخت و محروم کسی که این ماه خیر و برکت بیاد و از این خیر و برکت این ماه مبارک رمضان محروم بزانه در این ماه قرار بگیره، اما زخم معده دسته از مطمی بسره، بهترین دید، بهترین میوه، بهترین دسر، بهترین ویتامین ها سر سفره رمضان گذشته، اما زخم معده داره میوه میتونه اصلی میوه. حضرت کاری نکنید که گناه برای تو زخم معده معنوی درست بکنه، نگاه به نماز بکنید نکنید نماز بکنید، نگاه به روزه بکنید نکنید روزه بگیرید، نگاه به قرآن بکنید
بتونی قرآنو بلند بکنی اما نتونی قرآنو بخونی. قرآن تخلیه بود که این طرف میذاره این طرف میذاره، اما نمیتونی زخم معده داره، زخم معده ای که خودش برای خودش درست کرده، فاصله ای که خودش برای خودش قرار داده. عزیزان بر بگرد به سوی الله، امشب باید همگی شوقی دستگان ایزه کنید، نه تنها کسانی که در مسجدن بلکه کل مردم سوریه، بلکه شیعه و سنی، بلکه افغان و ترک و بلوچ و بنگلادش ایرانی و عرب و عجم، همه با هم باید دست جمعی توبه بکنن و بیعت بکنن و تعهد بدن و قول بدن الله بالا سر شمون، قول سرک مردانگی که انسان خوبی باشن، بنده مطیع باشن، بنده خوبی باشن. این یک ماه مبارک ارجوی تربیت ایمانی برای اینها باشه که انشاءالله تعالی بتونن بعد از ماه مبارک رمضان زندگیشون را بر این اساس و این سالگی که این ماه نگشتن ادامه بدن و ساختمان با داشتن زیربنای خیلی محکم و عظیم در آینده انشاءالله داشته باشن و جمعشون در بهشت خداوندی در حالی که رحمت خداوند بر اینها میباره در بهشت محشر زیر سایه عرش خداوندی قرار میگیرن و نهایتا دارالسلام جای اینها باشه، مستقر اینها باشه و السلام بر اینها سلام بکنه. عزیزان من، در ماه مبارک رمضان درهای بهشت باز میشه به خاطر که در ماه مبارک رمضان گناه سر میشه و حتی خلاصکار و گناهکار هم سر میکنه. این همه روزه هستن یک حالتی به خودش گرفته، امروز روز اول عزیزان، اما دکتر است که گذشت دیده که یک حالت عجیبی به شما دست میده. امروز هنوز باقی مانده ماه شعبان در وجود شما هست، هنوز نیستی که باورتون نمیشه ماه مبارک رمضان آمده، اما تقریبا 4 سال که گذشت دیگه قبولتون میشه که در ماه مبارک رمضان قرار گرفتی. یک حالت روحانی این شهر آباد میشه، اصلا خواهرها ساعت 12 شب که کوچه میرن برای نماز، از خانه میرن به مسجد، از مسجد میرن به خانه، یک حالت اطمینان و آرامش بسی کوچک میره، شهر آباد میشه، یک امنیتی برقرار میشه، چون که فرشتگان خداوندی وارد زمین میشن، آسمان ها را میشکافن و وارد زمین میشن و اینجا امن و امنیت و آرامش و استقرار برای بندگانی که خداوند تو برقرار میکنن و اونها را تو بشارت میدن و اونها را تبریک میگن که ها ما با شما هستیم در صورتی که شما با خدا باشید و همیشه یاور و ناصر و مددکار شما خواهیم شد. پس عزیزان من، ما میتونیم، ما به خواست خودمون و توفیق خداوند عز و جل میتونیم دوستان خوبی رو برای خودمون تو جلب بکنیم و دوستان خوبی رو برای خودمون پیدا بکنیم و اگر خدای نکرده نظر خدا از ما بر بگرده و ما دنبال دوست خوب نباشیم نهایتا دوست بد نصیب ما میشه. عزیزان من، دوست خوب اگر انسانم گیرت نواد دوست از نوع خیلتم گیرت نواد، اما خوب باشی خداوند عز و جل فرستگانی را برای دوستی تو میفرسته. در بعضی روایات وارد شده که در ماه مبارک رمضان هر کسی موفق بشه جبرائیل امین مصافحه بکنه دیگه که سرونداش با حسین ختم انشاءالله که جمع آوری میشه. چی میتونه با جبرائیل امین مصافحه بکنه؟ شما همه چیز میتونید، خواهرها هم میتونن، فرق این خواهرها با ام المؤمنین عایشه با ام المؤمنین خدیجه چیه؟ جبرائیل امین میامد به رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمودن که برو به عایشه یا خدیجه بگو که السلام یقرؤک السلام. السلام چیه؟ وقتی میامد حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن که تو برو به عایشه یا خدیجه بگو که السلام الله یقرؤک السلام بر تو ای خدیجه و ای عایشه سلام میفرسته. عایشه که بیده یک زنی، خدیجه که بیده یک زنی، اما در روح الله به تمام رسیدن با ایمانشون و اخلاصشون و پاک دامنیشون و عفتشون و حجابشون و محبت الله و رسول الله و نماز روزه و زکات و حجشون به درجه رسیدن که خداوند عز و جل سلام میفرسته. وقتی دوست میاد پیش من میگم سلام فلان دوست بده، اگه دوست سلامش بده
وقتی سلام اتراسم به جفت را خود خالیسه شما یه لحظه حالت ام المؤمنین عایشه رو که تو نظرتون تصور میکنی خداوند برای سلام رسیم به طرف که جبرئیل ها؟ این خواهرهای ما یه لحظه تصور میکنن خودشون چطور اون رسیم به این درجه یه لحظه چطور که ببن بگو من هم میتونم این طور بسن یالله هر چیزی دلت از این کسافت تیرون با جسمانی تاریکی چرک همه بریز بیرون روزه اصلا صابونه روزه سیره است ماه مبارک رمضان گناه زر میکنه نه آهن گناه زر میکنه به خرطی که تو خواهان روزه باشی خواهان این ماه باشی نگی دیگه سیزید آمد ماه مبارک رمضان نه خیلی زیر کرده خیلی زیر کرده عزیزان من ما باورمون نمیشه که الان تو رمضان میشه حقیقتا باورمون نمیشه من زمان از کسالی گریه بکنم از کسالی بخنیم ولی خود که انسان متوجه که خرس باشه پس نخارد پشت من جز ناکن این بست در ماه مبارک رمضان در های بهشت باز میشه خداوند عز و جل به بهشت میگه ای بهشت من خود مزین بکن هر چیز زیبایی رو داری هر چیز زیورالات داری هر چیز چیزهایی که مسائل تجزیریه همطور که حضر برای عروس خانم ها مزین میکنن میگه به بهشت میگه ای بهشت من خود رنگین بکن هر چی وسائل تجملات زیبایی و نقص نگار داری و هر چی تمام سبزی و گل و گلشن داری همه درد بده همه معطر بکن که تو نزدیک که بندگان روزه دار من واره تو بشن نزدیک که مهمان تو بشن و از اونها پذیرایی بکنی مبادا به حالتی پذیرایی بکنی که تو درشان روزه دار نباشی میگه هر عمل بنی آدم برای خودشه خداوند عز و جل میگه هر عمل بنی آدم برای خودشه مگر روزه روزست به خاطر منه تنها عبادتی که ریا درش نمیاد روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان اصلا ریاکاری کش نمیاد این حال که ریا کش داد همه از دم روزن بسته بکن مگر روزه و جزای روزه خودم میدم و جزای روزه چیزی نیست جز بهشت من الله اکبر اگر تو به بهشت خدا رسیدی به دیدار خدا هم میرسید بهشت فراموش میکنی الله میبینی عزیزان من در بهشت دری هست به اسم درکی بایان از بس گفتم روی عزیزان حس کردیم در بهشت دری هست به اسم درکی ریان را یا مون ار ریان باب ریان در ریان در کجا سلیزان؟ در بهشت شنیدی این در چیه؟ روزه این للجنت بابن حدیثه این للجنت بابن یقال له ریان خدرسی که به تاکید که در بهشت جنت دری هست به اسم در ریان یقال یوم القیامه روز قیامت وقتی بندگان و خلائق همه در دست محشر حضور پیدا می کنند و پیر و جوان بزرگ و کوچک فقیر و تاجر زشت و زیبا خلاصکار و گناهکار و طاعتکار کافر و مسلمان همه از قبرشون بلند می کنند لطف مادرزاد ارواح منادی صدا میزنه این السائمون شخصی از طرف خداوند عز و جل صدا میزنه ملائکی میگه روزداران امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کجا هستند دستشونو بلند بکنن اونایی که روزه نگرفتن میتونن دستشونو بلند بکنن شاید یه واسطه دستشونو بلند بکنن مگر خدا گیر میخوره مگر خدا اونها رو نمیشناسه سمسیر خداوندی ملائکی میگن دستشون این دابت پاییم که دستت بکست به اینکه روزه نگیره که دروه نگیره همینجا هم دروه به زور میخواد یکی بهش اگه صفحه قند شکره که پارتی بازی بکنن اونو حل میده اونو حل میده که خودش بره جلو یا در نانواییه نه ایزان من بهشت خداوندیه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار لا تسمع لهم همسا اینجا مملکت به کیفت نیست